عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنای هستم با سری برنامه های پرژن وارز در خدمت شما هستیم. میهمان امروز برنامه ما میهمان خاصی هستن، چون به زبان انگلیسی می نویسن. چجوری می نویسن و از کجا می نویسن و بهتر از خودشون بشنویم. خانم مینا فتح‌اللهی. مینا جان خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، مرسی. منم عرض ادب دارم خدمت همه شما. خیلی ممنون که منو دعوت کردین برای این مصاحبه. من از 3-4 سال پیش شروع کردم به نوشتن برای کتابای کودکان در زمینه احساسات، برای اینکه اون موقع که من شروع کردم نوشتن خیلی کتابایی میدیدم که خیلی از بچه ها دارن راجع به اینکه احساسات چی هن، مثلا عصبانیت چیه، غم چیه، شادی چیه. حالا به اونجا میرسیم، چی رو بگم؟ خب خودم در تورنتوی کانادا زندگی میکنم. اول بفرمایید که خانم مینا فتح‌اللهی کجا به دنیا اومدن، که مهاجرت کردن، درسی که توی ایران خوندن چی بوده، یه مقدار از خودتون بیشتر بگید. خب من متولد تهران هستم. در 18 سالگی بعد از اینکه کلاس پیش دانشگاهیمو تموم کردم اومدم کانادا و الان تقریبا 20 ساله که کانادا زندگی میکنم در تورنتو. درسته. خب فتح‌اللهی شما وقتی که ایران بودین احتمالاً نمیدونم نوشتاریتون چجوری بوده، چون بعضی از اونایی که وقتی در واقع بزرگتر میشن بعد از دانشگاه و اینا مینویسن معمولاً توی مدرسه انشاء خوبی داشتن یا زبان خوبی داشتن. شما از اون موقع واسه اون بگید که اون موقع چه چیزی توی شما به عنوان یک کودک یا نوجوان خیلی بروز میکرد و همه در موردش صحبت میکرد؟ من همیشه انشام 20 بوده تقریبا، یعنی هر درس دیگه ایم که نبوده ولی انشام همیشه 20 بوده. از موقعی که یادم میاد که یاد گرفتم بنویسم می نوشتم، دفترچه خاطرات داشتم، یعنی به اندازه سنی که دارم دفترچه خاطرات داشتم و هیچ وقت هیچ مشکلی با، شاید مشکل با ادبیات داشتم از نظر قواعد ادبیات، ولی هیچ مشکلی با انشا نوشتن و داستان ساختن نداشتم و همیشه یه راه آرامش دهنده بوده برای من که نوشتن، مخصوصا وقتی که احساس خوبی نمی کردم همیشه بهم کمک میکرد. بعد همیشه تو اون دوران معمولا یا پدر مادر یا مثلا معلم انشا یا خاله یا یکی هست که مثلا اینجور شاید قشنگ نوشتی، شما چه کسی بوده تو زندگیتون؟ مادر پدرم بودن، همیشه پدر منم نویسنده خیلی خوبی هستن و البته مدل نوشتن من متفاوت بود، ولی اینکه معلمای ادبیاتی که انشاهامو میخوندن خیلی دوست داشتن. بعد از اینم که اومدم کانادا و شروع کردم کلاسای نوشتن برداشتن و کورسای نویسندگی برداشتن، خیلی معلمایی داشتم که مثلا 15 سال پیش 16 سال پیش همیشه برام پایین امتحانا می نوشتن که تو یه روزی نویسنده خواهی شد. نویسنده خواهی شد بالاخره. برای اینکه برای من استعداد نیست، برای اینکه من از اون موقع که یادم این کارو میکردم، ولی خب اونها میدیدن به عنوانی که استعدادی هست. خیلی عالی. البته هم استعداد بوده هم حتما علاقه شما بوده. و بعد که شما تشریف آوردین کانادا میخوام ببینم اونجا بعد چی شد. شما زبانتون از ایران خوب بود و از ایران به انگلیسی نوشتن رو انجام میدادین، یا اینکه نه بعد از یه مدتی رو آوردین به نوشتن؟ اونم اصلا خوب نبود. از یعنی در به حد کلاس های زبان میرفتم ایران، ولی از اون حدی که بخوام بگم که آمادگی نوشتن داشتم نه. اینجا اتفاق افتاد، یه معلم زبان خیلی خوبی در کانادا داشتم که 2 سال اولی که کانادا بودم معلم من بود و یه توصیه‌ای به من کرد وقتی که وارد کانادا شدم که خواهش میکنم دوستای ایرانی نداشته باش اگر که میخوای موفق بشی در زبان انگلیسی، سعی کن که 1-2 سال اولی که اینجا زندگی میکنی دوستای ایرانی نداشته باش که یه مقداری زبان را بیفته، بعد که خیالت راحت شد میتونی حالا هر کاری بکنی. البته من به حرفش کاملا گوش ندادم، ولی اینکه خب خیلی دوستای غیر ایرانی داشتم که متولد کشورهای دیگه بودن مثل من، مثلا از کره، از روسیه، که خیلی کمک کرد که من انگلیسیم راه افتاد، ولی از نظر اینکه بخوام بگم که انگلیسیم خوب بود اون موقع که وارد کانادا شدم نه. نیستون خوب نبود. چون اتفاقا یک سوالی هستش برای خیلی از اونایی که علاقه من هستن به نویسندگی اما مثلا به فارسی می نویسن که دوست دارن به انگلیسی بنویسن، اصلا حتما لازم نیستش که از همون اول کارشون، بعضیا میگن وقتی که در واقع میری مدرسه زبانت خوب میشه و می نویسی. پس شما فکر میکنید که این امکانی که بعدا خودشون رو ایمپروف کنن، پیشرفت بکنن وجود داره؟ بله بله، البته میدونم که ممکنه در سنین مختلف
یادگیری یه ذره متفاوت باشه. ولی اون موقعی که من شروع کردم به زبان انگلیسی رو آوردن، هدفمو به معلمم گفتم، چون از من پرسید که هدفت چی از این که میخوای این کلاس ها رو ورداری، به خصوص در زمینه رایتینگ یا نویسندگی یا نوشتن. و من هدفمو گفتم که میخوام حتما نویسنده خوبی باشم و بتونم راحت بنویسم، و توصیهشون این بود که سعی کن خیلی کتابای انگلیسی بخونی و سعی کن که با آدمهایی که انگلیسی زبان هستن یا انگلیسی صحبت میکنن رفت آمد کنی که این را بیفته موتورش به قولی. و خب این اتفاقم افتاد. البته همیشه راه پیشرفت هست، من نمیگم که انگلیسیم خیلی خوبه، ولی اینکه از نظر اینکه خب اون موقع بود تا الان خیلی بهتر. درسته. خب شما فرمودید که توی ایران هم که بود انشا خیلی قشنگ می‌نوشتید و انشا خوبی می‌نوشتید. به عنوان کسی که الان به انگلیسی نمی‌نویسه، به عنوان یک نویسنده انگلیسی و کسی که قبلا حالا نوشته‌های خوب فارسی هم می‌نوشته، این دوتا رو شما کلاً توی دوتا کفه ترازوی جدا می‌ذارید یا نه ممکنه به فارسی فکر کنید به انگلیسی بنویسید، یا کلاً اصلا از اول باید به انگلیسی فکر کنید تا اون نوشته انگلیسی از آب در بیاد؟ من فکر میکنم در نوشتن بر حسب تجربه خودم، به خاطر اینکه فارسی نوشتن یه منطق خودشو داره، انگلیسی نوشتن منطقی متفاوتی داره. من فکر نمیکنم که اگر بخواین به یه زبونی بنویسین بعد بتونین اونطوری فکر کنین با اون منطقی که اون زبون داره، چون انگلیسی منطق خیلی ساده ای داره به نسبت به فارسی. برای اینکه ما تو فارسی خب مثلا ممکنه که یه عالمه تشبیه استفاده کنیم برای یه معنی، انگلیسی یه مقداری مستقیم تر فکر میکنه، خیلی کمتر پیش میاد، مگر در شعرهایی که در انگلیسی هستن که بتونین تشبیه سازی باشه یا کلماتی برای توصیف یه چیزی باشه، که البته هستا در استایلی که من مینویسم توش استایل خیلی ساده ایه. و ولی به نظر من متفاوته. من یه زمانی خواب انگلیسی دیدم، یعنی وقتی که زبانم را افتاده بود خوابام به انگلیسی بود اوائلش، الان نمیدونم به چه زبونیه، ولی اون موقع خیلی چی میگن زبان انگلیسی درگیری من بود که یاد بگیرم، و به خاطر همونم فکر میکنم که اگر بخوام بنویسم برای من به فارسی نوشتن با مغز فارسی باید بنویسم، به انگلیسی نوشتن با مغز انگلیسی. دقیقا خیلی نکته مهمی رو گفتین، چون ما تو فارسی واقعا خیلی استعاره های زیادی هم حتی داریم توی نوشته هامون، واسه همون توی انگلیسی وجود نداره. شاید توی ترجمه ها بشه یه جاهایی استفاده کرد، اونم نه همیشه، ولی اینکه بخواد مستقیم بنویسی کار سختیه. خب عبدالله شما حالا از این بگین که کی شروع کردین به صورت جدی به نوشتن و چی شد که نوشتن رو یه مقدار جدی‌تر بردین جلو؟ من اینجا دانشگاه رفتم و رشته اقتصاد خوندم. بعد از اینکه از دانشگاه اومدم بیرون یه کاری پیدا کردم در زمینه بازاریابی و مارکتینگ و فروش، و خیلی هم کمپانی بزرگ و کانادایی، یعنی کمپانی آمریکاییه که در کانادا هم دفتر داره، و خیلی تجربه خوبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتم. ولی یه چیزی که فهمیدم اینه که من ساخته نشدم برای یه فرهنگ 9 تا 5، یعنی اینکه بخوایم بریم سر کار 9 تا 5، و اینکه هیچ عشقی در اون کاری که داشتم وجود نداشت، با اینکه خب لذت داشت چون که داشتم یاد میگرفتم، ولی در این حال فکر میکنم که اون عشقی که داشتم همیشه از بچگیم نویسندگی بود. ترسم همیشه این بود که راه درآمد خیلی کمی داره نویسندگی، و وقتی که این کار رو انجام دادم اولین فکری که به سرم زد اینه که من چطوری میتونم هم نویسنده باشم هم اینکه درآمد خوبی داشته باشم، و تمام سعیم الان در حال حاضر گذاشتم برای اینکه به خودم نشون بدم که میشه آدم یه کاری رو انجام بده که واقعا از ته دل دوست داره و انجامش بده و موفقم باشه از هر زمین، در هر زمینه، هم از نظر مالی هم از نظر روانی. درست. اولین اثری که نوشتین حدوداً چند سال پیش بود و چی شد که اصلا اون اولین اثر چاپ شد؟ چون بعضی موقع یه چیزی نویسنده یه چیزی می نویسن اولین اثر چاپ نمیشه، میگن اصلا اثر دومی رو چاپ میکنن. اصلا سومی رو چاپ کردم به خاطر اینکه همیشه اولش که شروع میکنم، حالا مثلا برای من اینطوری بود، همه هموغمم این بود که نوشته بشه. بعد از اینکه نوشته شد تمام نگرانیم این بود که آیا کسای دیگه ای هم هستن که خوششون بیاد از اون چیزی که من نوشتم یا نه، به خاطر اینکه خیلی قضاوت هست در نوشتن، حالا برای خودم هست، من نمیدونم نویسنده های دیگه این اتفاق براشون میفته یا نه، ولی اینکه برای من این بود که آیا اصلا قبول خواهد شد از نظر نویسندگی برای کسی یا نه. برای همین اثر سومم بود که چاپ کردم.
اثر دوممم رو سعی کردم چاپ کنم ولی کشیدمش بیرون، یعنی به خاطر اینکه من خودم نشر میدم کتابامو، کمپانی با من کار نمیکنه، و به خاطر همون قضاوت بود. ولی دیدم که چقدر خودم رو قضاوت میکنم که و نگران این هم که اینم هستم که بقیه چی فکر میکنن راجع به کاری که من انجام میدم. کتاب اولی که چاپ شد نوشتش حدود 2 سال قبل از اینکه چاپ شد اتفاق افتاد و داشتم به یه ایدهی فکر میکردم، همزمانم هم داشتم اتاقم تمیز میکردم و یه دفعه یه احساسی اومد که باید بنویسی و شروع کردم نوشتن و این موند. ولی ترسیدم به خاطر اینکه مطمئن نبودم که هست یا نیست هیچ کتابی شبیه به این. و بعد از اینکه نگاه کردم دیدم که کتابی نیست که شباهت خیلی زیادی به این کتابی که من میخوام چاپ کنم داشته باشه و دیگه دلم رو زدم به دریا دیگه. خیلی هم عالی. از کتاباتون بگیم واسه همون چه کتابایی هستن، موضوعشون چیه؟ من میدونم یکی از کتابای شما رو یکی از شخصیت‌های مهم خوندن، در اون مورد بگیم واسه همون. کتابای من الان یه سریز کتابای برای کودکان بین 4 تا 8 سال و راجع به احساسات هم، ولی احساسات منفی که خیلی از بچه ها حتی آدم های بزرگتر احساس میکنن و اینکه چه اتفاقاتی میفته، چه رفتارهایی آدم و خودش نشون میده وقتی این احساسات درونشون هستن و اینکه چه کاری میشه کرد که اون احساسه آدم ها نخوره یه حالتی، یعنی نمونه توی بدن انسان. و دلیل اینم که شروع کردم به خاطر این بود که اصولا فکر میکنم نویسنده ها اول از درد خودشون صحبت میکنن، بعد اونو باز میکنن، بعد به کارهای دیگه میرسن. و یکی از احساساتی که برای من اتفاق افتاده بود همیشه این بود که آدم وقتی اصلا من خیلی زیاد عصبانی میشدم، خیلی زیاد، یعنی مثلا به خیلی دلیل ساده ای میتونستم خیلی راحت عصبانی بشم و همیشه برام سوال بود که اوکی مثلا من اینو نگاه میکنم و من میبینم که خب من در یه محیطی هستم که آرامش داره و در این حال یه حالت عصبانیت همیشه داخلم هست و این برام سوال شد و برای همینم شروع کردم یه ریسرچی انجام دادن روی اینکه روانشناسی احساسات و اهمیت احساسات در رشد انسان ها و دیدم که اصلا در مدارس، خیلی از مدارس دنیا، به خیلی بچه ها یاد میدن که احساسات چی هستن، مثلا عصبانیت این شکلیه، غم این شکلیه، به از نظر اینکه صورت چه شکلیه، ولی هیچ وقت توضیح نمیدن که خب حالا عصبانی شدی چی کار کن. اصولا مثلا میگن عصبانی شدی، همه کلاس رو به هم ریختی، حالا میری یه گوشه میشینی حالا تو باید تا آروم بشی. ولی اون اتفاقی که میفته و اون اتفاقی که میفته اون بچه در اون گوشه ای که نشسته همیشه در حال ترس اینه که خب الان چیکار کنم، برای همین ادای اینو در میاره که هیچ مشکلی نیست و برمیگرده به گروه. ولی واقعا اگر که بخواد یکی کمک کنه به اون بچه، اون لحظه ای که عصبانیت رو داره تجربه میکنه، باید بهش یاد بده که این فقط یک احساسیه که وارد شده، این انرژیه در واقع. و فهمیدم که خیلی ریسرچرهایی هستن که در آمریکا الان حدود 25-30 سال هستش که این موضوعی که افکار فقط کافی نیستن در آرامش آدم ها، احساسات شاید خیلی بزرگتر از افکار باشن، برای اینکه ما قبل از اینکه اصلا بتونیم فکر کنیم و زبون وجود داشته باشه در انسان ها، احساساتشون خیلی قوی تر وجود داشته. و بعد از اینکه زبان اومده، به خاطر اینکه میخواستن منطق رو توصیف کنن، همه چی بر حسب منطق رفته و احساسات رو یه حالتی کنار گذاشتن. ولی اینکه الان دارن میگن که احساسات به اندازه افکار آدم ها میتونه تصمیم گیرنده باشه در زندگیشون، در آرامششون. و الان دارن یواش یواش شروع میکنن، یا الان چندین سال، شاید 5 سال یا 10 ساله که دارن شروع میکنن که در مدارس اینو به بچه‌ها یاد بدن که بهش میگن social emotional learning، که یعنی اینکه یاد بگیری که این احساساتی که داری احساساتیه که انرژی هست که وارد تو میشه و میتونی این انرژی رو عین غذایی که هضم کنی و از خودت خارج کنی. و کتابایی که من نوشتم در واقع داره یه روش هضم کردن رو به اون بچه یاد میده. کتاب اولم راجع به عصبانیت بود برای اینکه می‌خواستم خودم رو فیکس کنم. بعد کتاب دومم راجع به نگرانی و کتاب دومم حدود 2 ماه بعد از اینکه چاپ شد که آگست 2020 بود، میشه شهریور 1399، داچس یورک که زن پرنس اندروه
یعنی زن قبلی پیرس اندروه با من تماس گرفت که من میخوام کتاب تو روی یوتیوب چنلم بخونم. و این اتفاق افتاد که خیلی برای خودم هم سورپرایزینگ بود، برای اینکه من با یه خانومی در استرالیا تماس گرفته بودم که میشه کتاب منو برای من ریویو کنی و به من بگی نظرت چیه راجع به کتاب من، و اون خانوم منو معرفی کرده بود به داچس آف یورک، که یعنی چرخیده بود یه حالتی در استرالیا و از استرالیا به انگلیس. و خلاصه خیلی خوشحال کننده بود و همین دیگه. و کتاب سوم هم به زودی خواهد اومد بیرون و اون راجب شیمه، راجب یه حالت شرمندگی بیشتر تا خجالت. و اینکه اون شرمندگی که بچه ها میگیرن مثلا یه چیزی کم بود دارن، اون حالت. و احتمالا اگر خدا بخواد 2 ماه دیگه میاد بیرون. به امید خدا. خیلی عمالی. چه احساسی داشتید وقتی که خونده شد کتابتون توسط دوشیز و این خودتون دیدینش؟ فکر می‌کنم اول مثلا شخص معروف بوده کتاب شما رو خونده، احساس اون لحظتون واسه ما بگید. آدمای دیگه بودن که این کتاب رو خونده بودن برام، یه سری معلم بودن در آمریکا که با این روش اصلا درس میدن و اونا رو برام خونده بودن. و خیلی خب آدم لذت میبره وقتی میدونه که یه کاری که انجام داده میتونه کمک کنه به بچه ها. ولی وقتی که اون کسی که به من خبر داد، اون خانمی که در استرالیا بود، به من گفتش که بشین، حالا با تکست مسیج داشت به من میگفت، گفتم اوکی. من نشستم، گفت که خبری برات دارم و اینا. اینو که گفت، بعد یه ایمیلی اومد از دفتر دوشس یورک که باید اینو امضا کنی که به ما اجازه بدی که کتابتو بخونیم و اینکه یه کپی از کتاباتو برام بفرست. فکر کنم جالب ترین قسمت اینجا این بود که من آدرس یه قصر رو به من داده بودن، بعد گفتن که کتاباتو بفرست به یه قصر، حالا کتاب به قصر نفرستاده بودن. و اینکه خب خیلی خیلی لذت بخش بود. من فکر میکنم هم برای خودم هم برای کسایی که خیلی براشون مهمه که من موفق باشم، به خصوص مادر پدرم. و اینکه چرا یه حالتی هم برای جامعه ایرانی، چون شما به عنوان یک نویسنده ایرانی هستید که دارین این کارو انجام میدید و باعث افتخار جامعه ایرانی هستید این کارو که شما انجام میدید. مرسی. یه احساس غروری هم داشت، ولی خب خیلی دنبال سری. من یه آدمی هستم که گیر نمی کنم توی کاری، دنبال بعدی گشتم، دنبال اینکه خب حالا الان چی کار کنم. و چون غرورم خودش آدمو پس میندازه، غرورم یه احساسیه که میتونه آدما رو پس بندازه. و ولی خب خیلی خوب بود، خیلی خوشحال کننده بود اون لحظه‌ای که اتفاق افتاد. درست. حالا بریم به کار مهمی که دارین انجام میدین، که واقعا به نظر من از نظر روانشناسی خیلی دارین کمک میکنیم به بچه های حالا اون مقطع سنی با نوشته ها تو تحصیلاتش که میذاره. واقعا همچنین که گفتم باعث غرور ایرانی ها هستش که نویسنده ایرانی بتونه به انگلیسی زبان بنویسه و اینجوری بپیچه توی دنیا و اینقدر قشنگ کارش رو جلو ببره. شما اسم هنری هم دارید، اسم هنریتون رو بگید و از کجا این اسم هنریتون رو اصلا نشر اسم خب دلیل این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم به خاطر این بود که اون لحظه ای که داشتم تصمیم میگرفتم که این کتاب رو نشر کنم، داشتم فکر میکردم که اگه اسم خودم رو بذارم و این کتاب خراب کنه و خیلی بد بوزایه، برای همین یه اسم دیگر رو انتخاب کردم که اگر خراب شد خیالم راحت باشه که اسم خودم نیست. ولی وقتی که کتاب دوم نشر شد و این اتفاق افتاد، دیگه مجبور شدم که با اون اسم بمونم. اسمش هم هست چارلی، مثل چارلی چاپلین. اسم چارلی در واقع اسم یکی از پتای دوستمه، یکی از سگای دوستم اسمش چارلی بود. و یکی از دلایلی هم که انتخاب کردم این بود که هم اسم پسره هم اسم دختره، نمیخواستم خیلی مشخص بشه که نویسنده زنی یا مرده، گرچه که عکسم توی کتابا هست. بعد لومیرم اسم اون شمدونیه توی بیوتی اند بیسته، کارتون بیوتی اند بیست که هست، یه دونه شمدونی خنددار هست که اونطوری انتخاب کردم. واقعا هم همینطوری، شاید 5 دقیقه بیشتر طول نکشید که اسم انتخاب کنم، خیلی فکر نکردم روش. و اینکه خب الان همه سوشال میدیا، حالا اینستاگرام یا وبسایتی که دارم یا فیسبوک که هست، همش به اسم همون چارلی لومیره و به اسم خودم نیست. درسته، خیلی عالیه. ولی میدونم که پشت چارلی لومیره خانمی نافت رو داری هست. شاید خارجی ها خیلی بیشتر با اون اسم عادت کردن. خارجی ها با اون اسم میدونن فقط فعلا. حالا تا شاید بخوام رو کنم. ولی یکی دیگه از دلایلی هم که بود، حالا
این یه دلیل بیزنسی بود که داشتم، به خاطر اینکه خب نویسنده‌ای که به زبان، یعنی نویسنده‌ای که از کشورهای دیگه میان اسمشون یه ذره متفاوته. و از نظر، چون من خیلی آمار زیاد میخونم، رشته اقتصادم خوندم، همیشه آمار این چیزها رو زیاد میخونم. الان خیلی یه ترندی درست شده که نویسنده های رنگی یا سرخپوست یا سیاه‌پوست الان خیلی در بورسن که وارد سیستم بشن، که به خصوص به خاطر اینکه الان همه چی اینه که مثلا Black Lives Matter هست، یعنی این چیزایی که مساوات نژادی وجود داره خیلی الان رو اومده، الان خیلی پشتش گذاشتن که شما به اسم خودت بنویس. ولی اون موقع که من شروع کردم تقریبا 100% مارکتی که در کانادا هست به اسم انگلیسی یا به اسم فرانسویه، یعنی به اسم آدمای دیگه نیست اصولا. حالا از نظر روانی میتونه به خاطر اینکه اعتماد بیشتری مردم دارن، و من یه تصمیمی گرفتم که اسمم شبیه باشه، یعنی شبیه یه چیزی که در کانادا وجود داره باشه. البته شاید هم اشتباه بوده، ولی فکر میکنم در یه جایی اون باعث شد که من بتونم راحت تر وارد مارکت بشم. اگر اگر اسمم مثلا مینا فتح‌اللهی بود و اونو میذاشتم روی کتاب، شاید به این راحتی نمیتونستم وارد بشم. حالا این البته نظر شخصی منه، ولی الان خیلی از نشریات هستن که اصلا دنبال آدمایی هستن که مثل ما از کشورهای دیگه اومدن، رنگی هستن، سیاه‌پوست هستن، سرخ‌پوست هستن، که بتونن اونها را هم وارد سیستم کتابای کودکان بکنن. ولی اون موقع که من شروع کردم همچی چیزی وجود نداشت. درست. شما ارتباطی با در داخل ایران هم گرفتید؟ چون تو ایران الان مهد کودکای دو زبانه، سه زبانه زیاد وجود داره و توش داره کتابای مختلف کودک به زبانهای مختلف هم داره خونده میشه یا فروش میره. برای فروش محصول کتابتون توی ایران، یا در واقع حالا حتی از من فروش نباشه، شاید به صورت آدیو بوک به ایران ارسال بشه، در این زمینه هم کار کردید؟ نه، در این زمینه به خاطر اینکه یه چیزی که وقتی نمیدونم مارکت چه شکلیه یا اینکه چه جوری با بچه‌ها رفتار میشه، برای من خیلی سخت میشه که بخوام بگم که شما به این احتیاج دارین. اون چیزی که من کتاب‌ها رو روش نوشتم، بر حسبش نوشتم، این بود که من میدونستم یه کمبودی در اون جایی که زندگی میکنم هست، و اون چیزی که من از ایران یادمه همیشه اون چیزیه که من متولد 1361م، برای همین بچه‌ای هستم که اون اوایل مثلا بچگی که ما مدرسه میرفتیم این چیزا اصلا مطرح نبود، و الان واقعا نمیدونم که در ایران سیستم چجوری کار میکنه که من بگم، یعنی اصلا فکر به فکرم هم نرسید در واقع اگه بخوام بگم. ولی خیلی دوست دارم که اگر که راهی باشه که من بتونم کتابامو بفرستم، حتما بفرستم. نه حتی به خاطر اینکه بخواد درآمد داشته باشه، برای اینکه اگر بتونه کمک کنه خب خیلی خوبه. درسته. در مورد پروسه در مورد چاپ کتاباتون، اگه ممکنه این دفعه بگین، شاید باز بینندگان ما کسی علاقه‌مند باشه که خارج از کشور کتابشو به چاپ برسونه، به نظر شما از پروسه‌ای که میشه انجام بشه چی هست؟ اون راهی که من انتخاب کردم این بود که من با شرکت آمازون نشر کردم کتابامو، و دو نوع نشر کردن در کانادا وجود داره. یه نوعش که بر حسب اینه که شما یه نشریه رو پیدا میکنین، براشون نوشتتون رو میفرستین و اونا تایید میکنن که میخوان با اون کار کنن یا نه، و وقتی که اون اتفاق بیفته یه پولی رو به شما میدن برای ساخت کتاب، ولی حق و حقوق کتاب مال اونا میشه. یه راه دیگه هستش که بهش میگن سلف پابلیشینگ، که در واقع شما خودتون اون کسی هستین که کتابو نشر میکنین. خیلی کمپانیای زیادی هستن که توی آمریکای شمالی، حالا کانادا یا آمریکا، این کارو انجام میدن. من با شرکت آمازون رفتم، و دلیلش هم این بود که شرکت آمازون شما مثلا نوشتتون رو انجام میدین، همه چی آپلود میکنین و اونها براتون چاپ میکنن بدون اینکه خرجی براتون داشته باشه، و اینطوری هم نیستش که مثلا 100 تا لازم 100 تا 200 تا بخوام براتون چاپ کنن که داشته باشن، هر کی اوردر بده برای اون یه دونه چاپ میکنن، که بهش میگن پرینت آن دیمند، یعنی مصرف کاغذ هم یه حالت کم میشه، فقط بر حسب اون کسی که احتیاج داره میشه. ولی خب اصولا در نویسندگی وقتی که با نشریه های قدیمی برین خیلی افتخار بزرگتریه. یک دو من این که دولت شما رو قبول داره به عنوان یه نویسنده ای که میتونین گرانت از دولت بگیرین، میتونین کمک مالی از دولت بگیرین. برای نویسنده هایی که مثل من هستن، شما رو پای خودتون وایسین، یعنی خرج با خودتونه، بازاریابی و مارکتینگ با خودتونه، و هی بعد یاد بگیرین. یعنی خیلی دوره‌ای بود که من حدود دو سال و نیم طول کشید که یاد بگیرم که اصلا سیستمی که فقط شما یه کتابی رو وارد سیستم کنین نیست، شما باید بتونین برین بازاریابی کنین، شما باید بتونین برین به مدارس بفروشین، به کتاب خونه ها بفروشین،
و خب اینها یه مقداری طول کشید، ولی شما اگه با یه نشریه‌ای برین که خب سالیان سال این کارو میکنه، شما نگران اون قسمت ها نخواهیم بود که مثلا کتاب من بره توی کتابخونه یا اینجا بره یا اونجا بره، اونها کارا رو براتون انجام میدن. فرق مالیش اینه که شما وقتی خودتون نشر میکنین حدود 70% از اون درآمدی که کتاب فروش میره میاد برای شما. اگر که با یه نشریه قدیمی کار کنین حدود 10% از فروش کتاب ها میاد پیش شما، تازه 10% اگه که خیلی دوستتون داشته باشن. درسته. الان از کتاباتون چیزی پیش خودتون دارین که ببینن و همین جلو؟ بله بله، دوتاشو دارم. این کتاب اولشه، میشه دید البته نور میاد. خب و این کتاب، این کتاب دومه. این بود که خونده شد توسط دیگه. بله بله. خیلی عالی. این طرحاشو، نوشته‌هاشو، عکساشو، ایناش هم شما با کسی خودتون می‌بردین جلو یا کلا نوشتتون رو دادی یه نفر دیگه واسهتون طرحا رو زد؟ من میدونستم چی میخوام، ولی خودم همچین هنری ندارم. واقعا آرزو داشتم که همچین هنری داشته باشم و یه وبسایتی رو پیدا کردم که شما میتونین آدمایی که هنرمندن یا حالا این کارها رو انجام میدن و در هر جای دنیا پیدا کنین به اسم فایور، که من یه شخصی رو در اندونزی پیدا کردم به خاطر اینکه وقتی که پروفایلش رو نگاه کردم دیدم که اون مدلی که من میدونستم چی میخوام، خیلی ساده میخواستم، ولی میخواستم که اون صورت اون حیوانه خیلی مشخص باشه که غمگینه، خوشحال، اخموه، حالا هرچی. و وقتی که براش مدلایی که من خوشم میومد و فرستادم، اون برای من یه سری سمپل فرستاد که خب آیا این هست یا نیست، و بعد نوشته ها رو براش فرستادم. و خب خیلی یه چیز دیگه مهمی که مثلا یاد گرفتم این که شما همیشه نوشته هاتون رو به هر کی نفرستین. در اینجا خیلی قانون کپی رایت خیلی مهم هست و اینکه شما باید همیشه بتونین که دفاع کنین از اون چیزی که نوشتین که کسی دیگه ازش استفاده نکنه. و برای همین خب بعد اول کپی رایتش رو برای خودم میگرفتم، بعد میفرستادم و حدود یک ماه طول کشید برای هر کتابی که نقاشیاشو برای من بفرسته. بعد وقتی که فرستاده میشه شما هی میاد نگاه میکنی، خوشتون میاد، خوشتون نمیاد، یکی دو بار هی میره برمیگرده. و بعد چون من میدونستم آمازون چه مدل فایل سیستمی رو لازم داره که شما بخواین اینو وارد سیستم بکنین، خب اونا رو همه رو بهشون میگین و وقتی که کتاب درست میشه اون وقت فقط آپلود میکنین برای آمازون و آمازون هم بهتون قشنگ همه ارورا رو، همه اشتباهایی که دارین انجام میدین رو بهتون میگه. یه خیلی پلتفرم خیلی راحتی داره برای یاد گرفتن. یه ذره اولش ممکنه سخت باشه، ولی من فکر کنم من هر چی یاد گرفته باشم همه دیگه آدمای دیگه هم میتونن راحت یاد بگیرن. یعنی خیلی سختی نیست. درسته. شما الان وقتی به گذشته خودتون فکر میکنید، به همون انشاهای فارسی که می‌نوشتین و زبان فارسی که بوده و الان خودتون رو با این کتابا رو می‌بینید، به نظرتون شما میتونستید یه نویسنده فارسی زبان خوبی هم باشید، یا اینکه هنوز چنین چیزی تو ذهنتون هست که شاید یه روزی فارسی هم بنویسم؟ خیلی دوست دارم، ولی من فکر میکنم در یک جایی وقتی که وارد کانادا شدم من فارسیم در یه حدی موند. یعنی هنوزم من به فارسی می نویسم، ولی همون به همون زبانی می نویسم که در دبیرستان می نوشتم به قولی. حالا افکار خیلی قشنگتر و بهتری هستن از نظر اینکه بزرگتر شدم و خب مدل دیدم به دنیا عوض شده، ولی از نظر اینکه اون تکنیک نویسندگی، مثلا من فکر میکنم که شما تکنیک نویسندگی خیلی خوبی دارین، خیلی آدمای دیگه رو میشناسم در خود کانادا که خیلی نویسنده های بهتر از من هستن. دوست دارم که فکر کنم که میتونم این کار بکنم، ولی خب در این حال هم یه مقداری ترسناکه به خاطر اینکه چندین ساله که چی میگن اون تکنیک هایی که در زبان فارسی هست رو استفاده نکردم. یعنی خیلی ساده می نویسم فارسی رو. درسته. نکته چیزی هستش که من از شما نپرسیده و دوست داشته باشین خودتون برای بینندگان ما بگید؟ نکته نه، من فکر میکنم که آدم هر کاری که دلش بخواد اگه که دلشو باش بذاره میتونه انجام بده. خیلی از آدم ها هستن که من میبینم که خیلی میترسن، با اینکه خیلی مستعد هستن ولی خیلی میترسن از اینکه اون استعدادی که دارن کافی نیست، یا اون استعدادی که دارن صدها نفر دیگه دارن انجامش میدن. و من فکر میکنم که بله، منم در یه مارکتی هستم که
بزرگترین مارکت کتاب در آمریکای شمالی کتابای کودکان، یعنی مثلا به اندازه موهای سر من نویسنده کودکان هستش. ولی شما میتونین حرف خودتون رو بزنین، حالا در حد خودتون، و اینکه آدما نترسن، اگه که آرزویی هست همیشه میشه دست و به دست آوردش. حالا راهش اگه سوالش رو بپرسین راهش براتون میاد. خیلی هم عالی، ممنون از نصیحت بجا و خوب خانم مینا فتولایی. در خدمت خانم مینا فتولایی، نویسنده عزیز کشورمون به زبان انگلیسی کتاب کودک بودیم از تورنتو کانادا. ممنون که تا این لحظه از برنامه ما رو همراهی کردیم. تا دیگر بعد همه شما رو به خداوند میسپاریم و عشق و نور باقی بمونید. خدا نگهدار.